مهمانان عزیز به شهر تاریخی بندرگاه خوش اومدید. ما که الان اینجاییم نمادینی مراسم به حساب رزیف و یعنی رزیف که در جشنها و اعیاد خونده میشه، به خصوص مراسم عروسی. همین قسمت، همین ریتم و همین ساختار که الان استادن بهش میگن رزیف. بقیه کارها میشه آوای کار، مثلا قسمت بعدی دیگه نشست دایره‌ای هست. حالا قسمت قسمت هم توضیح بدم طول میکشه، یک سر من توضیح میدم. بهش میگن یامال. یامال هم یک نفر در اون قایق کوچیک نشسته بوده، بقیه مثلا حالا برای هماهنگی و اینا با هم هماهنگ میشدن. بهش میگفتن، به یه نفر که میخونده بهش میگفتن نهیم، یعنی میخونده و بقیه باش همکاری میکردن، هم برای به حساب جواب دادن، هم برای اینکه یه ریتم با هم کار بتونن هماهنگ انجام بدن. مثلا پنج نفر این قسمت، پنج نفر این قسمت با هم دیگه پارو میزدن. بعد حالا این یه قسمتش پارو، کار دیگه هم بوده مثلا برای مراسم بادبان. قسمت آخری که استاده دایره‌ای وای میسیم، اونم بازم آوای کار هست که به حساب برای بالا بردن بادبان اجرا میشه در اون قسمت بوم مسی که به حساب ما میشه انجام میدادیم قدیما. اون نماده خب قدیما هم مثلا ما که نمیفهمیدیم، حالا میفهمیم چه بچیه که پدر بزرگ ما یا آبا و اجداد ما چه کارهایی و چه زحمتهایی و مشقت هایی تحمل میکردن. الان این لنج که میبینید بتونیه، این خیلی کوچیک نسبت به اونا. از هر قسمتش ما نگاه بکنیم، حالا مثلا قرقره هاش تقریبا میشه گفت همونه، اما دکلش نه. دکلش مثلا تو اقیانوس میرفته به هند و آفریقا و حتی تا جزیره ماداگاسکار. بادهایی که میوزید، خب اگه باریک باشه چوب دکل، خب خرد میشه دیگه. چوبایی بود که دو نفر اگه دستش تو به هم وصل میکرد به حساب به هم نمیرسیدن، کلوف بوده، چون مقاوم بوده، چوبای قوی بوده. عرضم حضور شما بالا بردن بادبان، مثلا نهیم میخونده، بقیه هماهنگ با هم تناوب میکشیدن، خب که این بادبان سنگین بره بالا. الان این شما میبینید تقریبا 3 تا تیر برقای چوبی به هم وصل شده و سنگین هم هست، ولی خب سر و تهش رو زدن بالاخره باریک شده، ولی اونا نه، خیلی قوی تر بوده و چوب برق هم نبوده و از اجزاهای مختلف، یعنی تکه های اضافه تر هم داشته. پس این که دیگه موقع لنگر انداختن، موقع پایین آوردن بادبان، موقع نمیدونم به آب انداختن قایق نجات، موقع تور جمع کردن تور ماهیگیری، یعنی همش اینا آوای کار بوده. بعد خوشحالی اتمام کار هم داشتیم، مثلا حالا کار تمام شده برای خوشحالی، مثلا لنج الان جهاز قدیمی، لنج مثلا داخل لب ساحل، اون موقع ها شاید الان اسکلال خیلی دیر نیست که ساختن، ولی قبل از اینکه اسکل ساخته بشه مثلا فکر کن 1 کیلومتر یا کمتر آبخور نداشته لنج دیگه، میرفته اونجا دور دور وای میساده تا یه قایق های کوچک میبردن آذوقه و میآوردن وسایل اینا. عرضم حضور شما که خانواده هاشون مثلا استادن، الان میخوان 40 نفر داخل یه لنج بره سفر آفریقا،
بعد کلی بالاخره مراحل رو طی کرده باشه که الان آماده رفتن باشه. مثلا تابستونا اینجا بودن داخل شهر عروسی و اینا داشتن، ولی دیگه زمستون اون موقع ها عروسی نداشتیم خیلی، چون همه سفر بودن. خاطر اینکه باد میوزید، اینا با بادبان بودن، ایام موسم باد اینا میرفتن و میامدن همراه باد، باد شرق و باد غرب اینا، و همه موقع کار بوده دیگه. تابستون ها که بیکار بودن، اکثر عروسی ها در گرم و تابستون اینا بوده، در همون به حساب کاپار با همون چوب نخل اینا مثلا درست میکردن اون قسمت بالای شهر که الان شهر که خیلی بزرگتر شده، اون بالا بالاها که هوا خنک‌تر بوده اونجاها مراسم میگرفتن، کمتر در خونه ها بوده، مثلا بوده ولی خب بیشتر اونورا میرفتن به خاطر هوای خنک‌ترش. تابستونا از قسمت شهرداری کن به پایین، مثلا وقتی میخوای رد بشی، حالا شبه، حالا روز که هوا آفتابیه نه، ولی شب شرجی میشه که خیلی گرم میشه، ولی موقعی که از این ور به بالاتر میری هوای خنکی بهت میخوره که واقعا خیلی جای خوبیه. اون قسمت بالاها که مثلا میرفتن اونجا عروسی مراسم میگرفتن. خب این از این که عروسی ها میگفتن. پس این که حالا میخواد بره سفر کی هست، مثلا الان برج شهریور یا مهر موقع موسمی که میخوان برن سفر، حالا دیگه تابستون تموم شده، وقت کاره، خانواده هم مثلا 40 نفر داخل یه لنج مسخره نیست، هر یه نفر کلی خانواده و اقوام خیشان داره، خب میان همراهیش میکنن دیگه، وسایلش و اینا و خانواده و پدر و مادر و خواهر و اینا برادر میخوان همراهیش کنن. میخواد بره 7 ماه نیاد، خودمون الان میخوام 7 ماه بریم، نه تلفن باشه و نه واتساپ و نه اینستا و هیچ، چقدر دلخور میشیم. یه کاغذ بنویسم ببرم بیارم، آیا لنجی با یا نباشه، همه با هم میرفتن، کسی از کسی خبر نداشت، کی زنده است کی مرده است. موقعی که لنج برمیگشت فقط اون لنجی که حالا پارچه مشکی بالا بوده، قدیما میگفتن مثلا خب دیگه نماد اینه که یکیشون فوت شده یا یکیشون به آب انداخته شدن، یا مثلا دیگه خب تو مسیر که دیگه خاک نیست، از بالا هوا از پایین دریا، مجبور بودن تو وسط راه یه چیز سنگین به پاش میبستن مینداختن. حالا این قسمت های غمناکش هم هست. خب بعد اتفاقات سفر، دکل خورد میشده، لنج تو طوفان غرق میشده، مثلا خود پدر بزرگ من 2-3 لنجش تو دریا مثلا آتیش گرفته غرق شده، خب از تنگه هم بیرون نرفته، مثلا کجا دیگه تا آفریقا و هند بره، مثلا خیلی خیلی این بوم مسی چقدر شهید دادن، زیر دریایی زده بوده جنگ جهانی دوم، 3 لنج با هم بودن، 63 نفر بودن، از 63 نفر 30 نفر میمونن دیگه، از 30 نفر تا به قایق نجات میرسن به ساحل میان 15 تا میمونن، از 15 تا دوباره عرضم حضور شما که همون موقع از تشنگی آب میخورن 3-4 تا همون موقع میمیرن، موهای های کوچک تو مسیر پاهاشونو میخورده، قایق کوچک خود تعداد زیاد بوده، بالاخره مشقت های سفر زیاد بوده. پس این که حالا شلوغه و اینا، خواستم اینو بگم که مثلا وقتی شلوغه لب ساحل و مردم
ایستادن دارن تماشا میکنن که عزیزانشون دارن سفر میرن. اگه منی که کارم تو ربع ساعت تموم میشه، نیم ساعت یا یه ساعت لفتش میدن، به خاطر اینکه اونا دارن منو نگاه میکنن، مثلا خداحافظی دارن میکنن، خیلی همش مثلا به سوال ایستادن دارن تماشا میکنن. یا موقع آمدن هم همینطور، بادبانو که میارن پایین دیگه شور و شوق اشتیاق اون موقع خیلی بیشتره، همه میخوان برن پیش خانواده‌اش. چه شور و شوقی داشتن، هشت ماه هم دیگه رو ندیدن. کل کلی سوغاتی و کلی خوشحالی از اینکه این چیزایی که ما میگیم تو مراسماتمون اتفاقات سفر بوده، اتفاقات سفر بوده، مشتش اتفاقات سفر بوده، مشتش خاطرهای خوب بود، نمیدونم خداحافظی از اون آقایی که جنس میخریدن و مشقتهای سفر که فلانجا مثلا کار سخت بوده میآوردن داخل برنامهشون، یا مثلا موقع خرید فروش یا کی میخواد بیاد بره، همش به صورت شعر درست کردن میگن. حتی مثلا با صحبتهای آفریقایی مثلا میگن که هلکا لنگ ما، هلکا لنگ ما، سیمبا یو یو، سیمبا نکول یا ما، هلکا لنگ ما. کالینگ ما میگیم به صدف، کلنگوشتی ما میگیم صدف، کالینگ. کالینگ تو آفریقا مثلا اینطوری گفتن که تو آفریقا مثلا موقع تو ساحل میشه که شیر جنگل میاد، تو جنگل دیگه میرن برای چوب چندل اینا بخرن و اینا، مثلا تو آفریقا سنگاپور اینا سیمارنگا که میرفتن تو کشورهای آفریقایی، بالاخره شیر و اینا هم خطرهای زیادی داشته. با اون سیاهای آفریقا که میرفتن همراهی میکردن همدیگه رو که میرفتن میخریدن و میآوردن و اینطوری به حساب شعر درست کردن. این شیرا میان لب ساحل تغذیه میکنن، سیمبا یا سیمبا نکول یامس، شیر از این صدفا هم تغذیه بازم میکنه، مثلا لب ساحل هم میان. داخل صدف گوشت بوده خب که باز میشه، از اینا هم تغذیه نکوله یا من دیگه میخوره خوردن. پس این که به صورت به شعرهای عربی هم هست، خوش آمدگویی و خداحافظی و ابیات اشعار عرفانی، مثلا میگن داخل همین مراسم مثلا میگن که طلب لبابک و الله ربنا، میگه که من طلب رزق و روزی میکنم از شما ای خدا، خدایی که رب من هستی. بعد مثلا بعدش اون گروه میگه یسر علینا رزقه که من هستم، آسمون بگردان بر ما، آسمون رزق و روزی ما از آسمون که تو در رحمت در آسمون بری ما باز بکن. این مختصری بود که توضیح دادم. پس این که ما برنامه الان که میخوام اجرا کنیم آوا یک کار هست، ببخشید که دیگه خیلی متصدی و خواهد شما شدم. خسته شدیم.